سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس پارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سر حال باشید و مثل همیشه پر امید. مهدی هستم، ادمین کانال، با یه ویدیو محتوای جدید دیگه در خدمت همه شما رفقای گل هستیم. قبل اینکه بخوام در مورد اتاق صحبت کنم، باید بگم که جلسه دادگاه حمید نوری که این روزا در آلبانی برگزار می شد و 7 شاهد که در کمپ سازمان مجاهدین یا همون اشرف 3 در آلبانی حضور داشتند و هیئت دادگاه از استکهلم مجبور شدند که برای استماع و شنیدن شهادت این 7 نفر به آلبانی برن، پس از 2 هفته تموم شد و مجدداً در استکهلم سوئد جلسات بعد برگزار خواهد شد. ما مجدداً از وقتی که باز شهادت ها رو و جلسات بعد دادگاه، جلسات آینده دادگاه از استکهلم کلید زده بشه و شروع بشه، باز بر منوال و سیاق گذشته حتما لایف پخش خواهیم کرد و حتما خلاصش رو هر روز خواهیم گذاشت. به واسطه مشکلاتی که در این 2 هفته بود، من زیاد دل و دستم نمی رفت که بخوام برحال روی جلسات این دادگاه کار بکنم. کمی از دلایلم رو بهتون گفتم، اما برحال بیشتر کار خواهیم کرد، مقصود این که برمیگردیم به روال عادی. اما در مورد این ویدیو و این اتاقی که خدمتتون میخوایم ارائه بدیم الان، این گفتگو با حضور آقای حسن شریعت مداری، عضو شورای مدیریت گذار، دکتر کاوه موسوی، علیرضا نوریزاده و همینطور مجتبی واحدی و حضور خیلی عظیم شنوندگان و مشتاقان مبحث و عنوانی که در این اتاق بود، پیرامون قمار هسته‌ای آیت الله خامنه‌ای و همینطور گرفتاری ها و محدودیت هایی که ناشی از این شهوت قدرت و شهوت هسته‌ای علی خامنه‌ای در این سالها به دست و پای کشور عزیزمون ایران بسته شده، که میتونیم تحریم ها رو مثال بزنیم و همینطور مردم ما که هر روز فقیرتر شدن، هر روز معذرت میخوام، هر روز وضعیت اقتصادیشون به خصوص بدتر شده و به واسطه این وضعیت بد اقتصادی عملا طبقه متوسط فرو پاشیده و تبدیل به طبقه فرو دست و فقیر شدن. ما شاهد هستیم که بسیاری از نخبگان مملکت، بسیاری از مغزهای مملکت به واسطه همین گرفتاری هایی که در این سالها دیگه غیر قابل تحمل شده بود و غیر قابل تحمل شده بهتره بگم، از کشور رفتن، از کشور فرار کردن و یه شخص متوهمی به نام علی خامنه‌ای که همین یکی 2 روز پیش شنیدید که در عوض این که واقعا کارشناسی بکنن که چرا این نخبگان ما از کشور رفتن، سریعا مثل همیشه اولین و بهترین و آسانترین و میونبرترین راهکار و پاسخ برای مشکلات و گرفتاری هایی که در داخل کشور هست رو آدرسش رو به آمریکا و اسرائیل و دشمن و اینها وصل کرد و بدون اینکه خودش و دولت و حکومت مطبوع خودش رو مقصر بدونه، کشورهای خارجی رو در این گرفتاری ها مقصر دونست. در این گفتگو در مورد همین بحث ها، همین قمار هسته‌ای و همین غنی‌سازی که الان به 60% رسیده و حرف از حمله اسرائیل هم به این مراکز، مخصوصا مراکز اتمی، بسیار شنیده میشه این روزها صحبت شد، مخصوصا در مورد جنبش اعتراضی کشور باز هم صحبت های بسیار خوبی شد که چه چشم اندازی وجود داره و چه کاری می شود کرد که این جنبش اعتراضی به سرمنزل مقصود برسه، مردم به معنای واقعی کلمه بتونن یک آلترناتیو و یک رهبری پیدا بکنن برای این عمل سیاسی و اعتراضی خودشون و به واسطه اون رهبر بتونن به اهداف خودشون برسن. چون یکی از گرفتاری های بزرگ این روزها و این جنبش های اخیری که مردم
واقعا تو خیابون اومدن جانفشانی کردن. یکی از گرفتاری های بزرگی این بوده که این جنبش ها سر نداشتن و رهبر به اون معنای واقعی نداشتن. در مورد این هم صحبت میشه و مسائل خیلی مهم دیگری که مسائل مبتلا به این روزهای جامعه ماست. اول از همه آن در بین صحبت برحال مهمانان من کار تحقیقی کوتاهی هم کردم در مورد هزینه برنامه هسته جمهوری اسلامی که در طول این سالها به کشور و به مردم وارد شده. حتما اونم خدمتتون ارائه میدم و همینطور بعضی از فکت ها و اسناد و صحبت های مهمی که ارتباط پیدا میکنه به این مسئله. اول از همه بریم صحبت های دکتر نوریزاده و مشتاق وادی رو بشنویم و برگردیم. با این شرایط جمهوری اسلامی حتی شرایط اول دولت آقای بایدن رو هم نداره، ضمن اینکه اون اشتیاق آمریکا هم تو خودت هم گفتی کمتر شده. آیا گزیر و یا چویس و یا گزینه دیگری دارن؟ ندارن. آیا جام زهر رو سر میکشن؟ به اعتقاد من به یه نیم بند توافقی ممکنه برسن، ولی بازم تای ذهن خامنه ای اینه که اگر من یک بمب اتمی داشته باشم تا 25 سال تا ظهور حضرت تضمین کردم بقای جمهوری اسلامی رو و ولایت مجتبی رو. این تصورات جنون‌آمیز آقای خامنه ای. متشکرم. ببینید نمیشه مسئله داخلی و خارجی رو از هم جدا کرد. من تصور میکنم که اصلا شاید مقایسه شرایط فعلی با شرایط پایان جنگ، حالا علاوه بر ابعاد مختلف موضوع، به خاطر دو کسی که عنوان رهبر رو داشتن، خمینی و خامنه‌ای، کاملا متفاوته. خمینی، حالا من بارها در مصاحبه‌ام گفتم خمینی دیکتاتور بود، خامنه‌ای دیکتاتور، ولی خمینی به اندازه خامنه‌ای حقیر نبود. خمینی وقتی چیز تشخیص میداد غلط و درستش رو من کاری ندارم، اینکه حتما تاثیرپذیری داشت، حتما اون بحثی که اشاره شد که رفتن گزارش به ایشون دادن برای اینکه مثلا اگه میخوایم پایان جنگ باشه ما باید 2000 تا هواپیما داشته باشیم، هم چند هزار تا تانک داشته باشیم، اینطور باشه، بعد مثلا فلان کشورم با ما راه بیاد، آخرش هم 5 سال بعد جنگو تموم میکنه. خب اینها تاثیر داشت، ولی خودش تصمیم میگرفت و رو درواسی بازی دستاش نداشت، ترس از دستاش نداشت، وابستگی به معنا نداشت و ناچار به باجدهی به زیر دست. عکس آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای همه این نقاط ضعف رو داره، یعنی نه اعتماد به نفس خمینی رو داره، نه قدرت شخصی خمینی رو داره، نه نفوذ خمینی رو داره و نه اون خصلت بیرو درواسی. من در واقع خودش از همه بالاتر نیست و بالاتر هم بود از زیر دستانش. خامنه‌ای هنوز این احساسه. ببینید رفتاری که تا روز آخر با رفسنجانی میکرد، یعنی اون احساسی که یک نوع حقارتی در برابر دیگران داره همیشه داشته و داره. به همین جهت این که ما بگیم حتما عواملی که منجر شد به پایان جنگ، همون عوامل هم منجر خواهد شد به پایان درگیری یا آغاز درگیری، به نظر من این مقداری با خاطر تفاوت بسیار زیاد شخصیت خمینی با خامنه‌ای و جایگاه خمینی و خامنه‌ای شاید خیلی ما رو به نتیجه دقیق نرسونه. اما در مورد من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به یک در واقع به یک شرایط ناگزیر و غیر قابل گریز رسیده و اون این که تنها راهی که پیدا کرده اینه که از طریق تهدید، از طریق ایجاد ناامنی. من خاطرتون باشه شما زمانی که دوچه بودید یه مقاله نوشتم براتون، تو اونجا اشاره کردم جمهوری اسلامی سیاست النصر رو به رعب که در داخل کشور بهش براش کار کرد داشته، اینو میخواد در خارج هم انجام بده. من 3 سال پیش اگه خاطرتون باشه نوشتم برای سایت دوچه بوده و به نکته هم اشاره کردم، از جمله اون موقع تازه هنوز تلیعه لاس زدن های جمهوری اسلامی با طالبان شروع شد که من اونجا اشاره کردم به که اینا دارن طالبان رو هم به عنوان شاخ تو دستشون میگیرن، به دنیا میگن آقا اگه لازم باشه ما با طالبان هم کنار خواهیم اومد، با هر گروهی هم کنار خواهیم اومد برای اینکه دنیا رو ناامن کنیم. اونی که داره اتفاق میفته به نظر من جمهوری اسلامی مجموع شرایط خودش رو، مجموع توانمندی خودش رو و جناحایی که در جمهوری اسلامی در شرایط مختلف منفعت داره، اینها با هم یک شرایط ایجاد کرده که جز یک آپشن براش نمونده و اون اینکه دنیا رو بترسونه، از طریق وحشت آفرینی باج بگیره. ببینید آقای قاهانی که رفت عراق، خب هم با رئیس جمهور ملاقات کرد هم با نخست وزیر. این که حالا تشریفات چجوری بوده من نمیدونم، من واقعا از جزئیات خبر ندارم، اما به هر حال در بالاترین سطوح ملاقات کرد. من همون موقع بازی صحبتی کردم، گفتم که دو فرض وجود داره، یکی این که
آقای قاآنی خواستنش، که این بعید نیست، یعنی من معتقدم که سران عراقشون احضار کردن چون میفهمن طرف قصه سپاه دولت چه کار است. دولت هیچ وقت در جمهوری اسلامی در این مسائل کاری نبوده، به خصوص دولت یه ابلهی مثل رئیسی که دست چپ و راست خودش هم تشخیص نمیده و اصلا قدرت تصمیم گیری نداره، قدرت سیاست گذاری نداره، فهم دیپلماسی نداره، به خصوص در مورد رئیسی این وضعیت. به همین جهت اونا میدونستن طرفشون که اسماعیل قاآنی رو احضار کردن و بهش اخطار دادن. برن یه فرضه، یه فرضی که نخیر، اینا رفتن که پیام‌های تهدیدآمیزشون رو بگن. هر دو شب در دو حاله، هر دوش به نظر من یک از یک خواستگاه بودن. شما اون که فهمیدن جمهوری اسلامی می‌خواد از طریق تهدید، از طریق ایجاد ناامنی کارشو پیش ببره. اما یک تغییری هم در شرایط داخل ایجاد شده. ببینید تا به حال که مثلا تا چند سال پیش در زمان مثلا مذاکراتی که با جان کری داشتن، مذاکراتی که در دولت اوباما داشتن، معمولا تلاش می‌کردن پشت میز مذاکره تمکین بکنن و در رسانه‌های داخل ایران رجزخوانی بکنن، شاخشونه بکشن. که یک بار یادم جان کری گفته بود که بهش گفتون مثلا فلان خبرگزاری ایران اینو گفته، اون آدمی حرف زده، گفته ما به شعارهای تریبونی و تبلیغاتی اینا کاری نداریم، به چیزی که پشت میز مذاکره میگن توجه داریم. فضا در موقع اینطور بود و سیاست گذاری جمهوری اسلامی اینطور بود که پشت میز مذاکره تمکین می‌کنه اما برای مردم داخل شعار بده. الان به نظرم برعکس شده. یعنی ببینید این قصه ای که دیروز حالا بعضی از خبرگزاران نقل کردن، بعضی از رسانه‌ها منتقل کردن در مورد حمله حوثی‌ها به سفارت آمریکا در یمن، در رسانه‌های داخل ایران هیچ انعکاسی نداشته. چرا انعکاس نداشته؟ برای اینکه اینا نمی‌خوان در داخل کشور مردم متوجه بشن که اینا می‌خوان دارن میز مذاکره رو به هم می‌زنن. این کارها ببینید در شرایطی که دوست پسر جمهوری اسلامی آقای رابرت مالی رفته تو منطقه داره مذاکره میکنه، در این شرایط حمله کردن حوثی ها به سفارت آمریکا خب معلومه چه تأثیری خواهد داشت. و این اتفاقا جمهوری اسلامی از اون عمدن این کار کرده برای افزایش تهدیدش، وگرنه هیچ عقل سلیم، نه حتی عقل سلیم، عقل با آی کیو 10-20% هم بهشون میگفتش که این کار الان اگه میخواد بکنید یا قبلش یا بعدش، اینکه درست در شرایطی که بابات منطقه شما بیاید حمله کنید به سفارت آمریکا در یمن و مثلا بخواید باجیر کنید، اینا فقط چون به نظر من به این نتیجه رسیدن که از طریق تهدید در لبنان، در عراق، اینکه تو همین شرایط با حمله پهپادی میکنن به خونه نخست وزیر عراق، اینا از نادانی نیست به نظر من. اصل جمهوری اسلامی بر نادانی مبتنی، من در اینش بحثی ندارم، اما این کارها حساب شده است. یعنی مجموعه کارهایی دارن انجام میشه، اینکه میگید آمادگی دارن یا نه، مگه قرار اونها آمادگی داشته باشن؟ هزینه‌شو ملت ایران دارن میدن. و بازم دارم میگم چاره‌ای غیر از این برای جمهوری اسلامی نمونده. جمهوری اسلامی نه حکمرانی خوب بلده، نه روابط خوب برد داشته باشه و نه سیستم تصمیم گیری سیستم عاقل و مبتنی بر عقلانیتی که بیان خیلی خوب بشین کنار هم دیگه. هر تیکشون یک گوشش میکشه، عده زیادشون در همین شرایط منفعت دارن، عده زیادشون در تحریم ها منفعت دارن، اینو نباید فراموش کرد. کسانی که بر تصمیمات خامنه ای موثر هستن، بسیاریشون چه شخصی چه حقوقی چه عقلی چه حقوقی، در وضعیت فعلی منفعت دارن، در تحریم منفعت دارن. و فراموش هم نکنیم که علائم و نشانهای مختلفی وجود داره که سیستم‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف در سیستم‌های ایران نفوذ دارن. یعنی بسیار از تصمیمات بر اساس نشانه‌های غلطی که بنا داده میشه، بعضی از ویترین‌هایی که بنا نشونه و اینا رو به حماقت اینها رو تشدید می‌کنن انجام میشه. مجموعاً من معتقدم که این که میگید آمادگی دارن یا ندارن، اصلا آمادگی برای شرایطی که شما انتخاب داشته باشید. میگی خیلی خب، من پتانسیل خودم رو می‌سنجم، امکانات طرف مقابل رو میسنجم، شرایط منطقه رو میسنجم، وضعیت رو میسنجم، بعد تصمیم میگیرم. جمهوری اسلامی به نظر من یک راه براش بیشتر باقی نمونده و اون که از طریق رعب آفرینی در خارج از کشور باجگیری کنه و از این طریق خودش رو تثبیت کنه. و به نظر من جواب هم داده، به دلیل اینکه کشورهای دیگه هم که میخوان به نحوی با جمهوری اسلامی مصالحه کنن، دنبال یک همچین سوژه بودن که بگن همین حرفی که این آقایی که اختیار بدن خودش رو نداره هی میاد میگه اگر ما مذاکره نکنیم جمهوری اسلامی بمب درست میکنه، این به نظر من توافق شده است. یعنی بیان این حرفا رو بزنن، جمهوری اسلامی هم تهدیدش رو بره بالا، آقای کمالبندی سخنگوی انرژی اتم بیاد بگه که میزان اورانیوم غنی شده که ما داریم 60%، فقط کشورهای داره بمب دارن. یعنی اینها همش نشانه است دارن. این به نظر من حرف از دهن طرف نپریده، این روش هر فکر شده و گفته شده. من جمله‌مو تموم کنم، همینی که معتقدم اینها راهی غیر از این براشون نمونده، چون عده زیادشون در این شرایط فعلی منفعت دارن، نیروهای نیابتیشون در خارج از کشور به این طرق زنده میمونن و بلدم نیستن که کشور اداره کنن. تنها راه اداره اینه که در داخل سرکوب کنن و در خارج هم تهدید. ببخشید طولانیشون. بله دوستان، صحبت‌های مشتاق وایدی رو شنیدید. همونطوری که بهتون اول ویدیو قول دادم و عرض کردم، ما بین صحبت مهمانان هر جایی که من وقت گیر آوردم
میخوام قسمتی فکت زیاده و اسنادم خیلی موجود هستش در مورد اینکه جمهوری اسلامی از همون اول که این پروژه هسته‌ای رو شروع کرد به دنبال این بود که بمب بسازه و از همون اول هم که افشا شد پروژه هسته‌ای به جامعه جهانی دروغ گفت. اون اسنادی که نتانیاهو پس از سرقت اون اسناد هسته‌ای و اون افتضاحی که به بار اومد برای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی که اومد و در یک کنفرانس خبری گفتش که ما اسناد هسته‌ای رو سرقت کردیم و نمایش داد و پروژه آماد رو معرفی کرد و نام فخری زاده رو برد که پس از اونم ترور شد. در مورد همین مطالب اسناد زیاده. من میخوام قبل اینکه توضیحات بهتون بدم در مورد هزینه‌های اقتصادی این برنامه هسته‌ای، یک قسمتی رو میخوام براتون بیارم که مربوط به همین اسناد هسته‌ای است و اینکه جمهوری اسلامی از اول به دنبال بمب هسته‌ای بود و همون اول هم هدف کوتاه مدتش 5 بمب هسته‌ای بود. یه کلیپ و ویدیو کوتاه ببینیم و بعد برگردیم، من یه توضیح کوتاه میدم بهتون و همینطور ما بین ویدیوها من سعی میکنم ویدیوها رو بهتون نشون بدم. بریم ویدیو کوتاه رو ببینیم. طبق مصوبه برنامه مصوبه شورای فناوری پیشرفته، بر طبق این برنامه جمهوری اسلامی بین اسفند 1379 تا اسفند 1381 برنامه ساخت 5 کلاهک اتمی رو داشته. بر طبق عکس‌های ماهواره‌ای و عکس‌هایی که در اسناد خارج شده از جمهوری اسلامی دیده میشه، همه این برنامه در پروژه‌ای است به نام پروژه شهید بروجردی در سایت پارچین که قاعدتاً میبایست در یک سال انجام میشده، گفتم از آخر 79 تا آخر 81، یعنی میشه چقدر؟ 2 سال باید انجام میشده. به اسم پروژه آماد، شناسنامه‌اش رو دیدین دیگه، که البته ظاهرا خیلی بیشتر طول کشیده چون مدام با دخالت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بعد تهدیدهای غرب متوقف شده و باز از سر گرفته شده و هیچ وقت البته متوقف نشده. پروژه آماد به پروژه مخفیانه در ایران گفته می شود که هدف آن تولید سلاح هسته‌ای است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده در سال 2015، 4 سال پیش، آژانس میگوید که از سال 2005، یعنی از 14 سال پیش، از جزئیات این پروژه آگاه بوده است. ببینین، زمین در پارچین در 37 کیلومتری تهران قرار بر این میشود که یک پایگاه تولید کلاهک هسته‌ای، یاد نمیدونم، شاید هم چیزهای دیگه، به هر حال کلاهک هسته‌ای به دلیل برنامه موشکی ایران در کنارش میگم، قرار بر این میشود که یک پایگاه تولید کلاهک هسته‌ای در پارچین زده بشه. طرح و نقشه و برنامه کار ریخته میشه. همینطور که میبینین ما باید عکس تراشه رو نشون بدیم تا بله ببینین، این قسمت که با سفید خط کشی شده، این باید حفاری بشه. اول این همون زمین پارچین باید حفاری بشه و این نقشه ها که حالا میبینین فضاهای مورد استفاده رو تعیین کرده. فضاهای مورد استفاده نقشه نهایی پروژه است که بخشی از این پروژه در همین مساحت مدفون زیر خاک و بخشش نیمه مدفونه. 2 تا تونل مشخص شده که دارن، یک تونل سمت راست و یک تونل سمت چپ که حالا با فلش مشخص شده. اینا رو من تونتون بگم که معطل نشیم، بگذاریم. اشاره به قسمتی داره که بعضی جاهاش که از خاک بیرونه و مربوط به دستگاه سرد کننده است و طبق طرح آماد تونل ها در داخل اصلا این طرح فقط 110 نفر کار میکنن. توی این تونل ها نه فقط، بله این تونل ها رو که میبینین، توی این تونل ها نه فقط این افراد قرار
کار بکنن و کار کردن، البته کلیه تجهیزات و همینطور نمونه تسلیحاتی که باید آزمایش بشه برده میشه. تونل ها همینجور که میبینین عایق بندی است و خیلی جاهاشو آرماتور بندی کردن که روش توضیحاتش هم هست. و در اون طرح اصلی ببینین، خب دو تا ورودی دارن تونل ها توی سایت پارچین و هر کدوم تله آزمایش انفجاری جداگانه دارن. دو تا تونل رو داریم میبینین، دو تا ورودیش هم که اولیش سمت چپ یا راست تصویر شماست که میبینین با تونل آرماتور بندی شده، این ورودی اولیشه و تونل دوم هم که به هر حال داره دیده میشه. خب بعد یک نقشه هست که شاید مهمترین نقشه این اسناد باشه همین، و میرسیم به این که انتهای هر دو تونل باید اینو ببینین حتما که یه قسمت بنبست داره که بهش میگن تله انفجاری. اینجا داریم میبینین، ببینین اون بلاست ترپ یعنی تله انفجاری که نوشته در هر دو طرف، طرف راست و چپ نقشه، تونل ها رو میبینین که ورودی تونل ها کجاست، با زرد در تونل هم با زرد کشیده شده. از اونجا که وارد میشه ته تونل، یعنی همونجوری که تونل میره به سمت، از دست راست بخوام یعنی به سمت چپ میپیچه و از سمت چپ هم ادامه میخواد پیدا کنه، هر کدوم از اینا تا وارد تونل میشه بعد از یه مقدار رفتن به یک قسمت انتهایی بنبست مستقیم پیش میره، اونجا همون تله انفجاری است، محل آزمایش نتیجه پروژه. خب 25 فوریه یعنی فوریه 2019، یعنی سه ماه پیش، دیوید آلبرایت در مؤسسه علوم امنیت بین الملل میگوید اسناد به دست آمده نشان میدهد که پروژه آماد در پارچین متوقف نشده و جمهوری اسلامی فقط تغییر مسیر داده. نکته ای که باید توجه کرد این است که تا امروز آژانس بین المللی انرژی اتمی نتوانسته مطمئن باشد که جمهوری اسلامی دست از تولید سلاح هسته‌ای برداشته است. حتی در گزارش فصلی نوامبر 2018 آژانس، یعنی 6 ماه پیش، آمده است تحقیق درباره غیاب اطلاعات مربوط به تجهیزات و فعالیت‌های تسلیحاتی اتمی ایران همچنان موضوع کار آژانس بین المللی انرژی اتمی است. این گزارش 6 ماه پیش آژانس ناظر سازمان ملل. بله دوستان، این مطلب خیلی مهم مخصوصا در مورد پروژه آماد رو شنیدید. این گفتگو مربوط به 2018 بود که آقای فلاحتی صحبت میکرد. در این دو سه ساله خب خیلی اتفاقات دیگری هم افتاده. یکی از بزرگترین اتفاقاتی که تا الان، یعنی بزرگترین سوالاتی که آژانس داره، سه تا محلی هستش که در اونجا آژانس آزمایش کرده، خاکش را آزمایش کرده و هر حال من علاوه تخصصی زیاد اشراف ندارم و به این نتیجه رسیده که اونجا آزمایش هسته‌ای شده، اورانیوم کشف شده در اونجا و تا به این لحظه جمهوری اسلامی هیچ پاسخ قانع کننده ای نتونسته بده که چرا در این سه تا محلی که هیچگاه به آژانس از قبل ارائه نشده بود که در این محل مثلا ما فلان کار اتمی هسته‌ای رو داریم می‌کنیم یا فلان پروژه رو داریم، اینجا الان ما حالا اورانیوم کشف کردیم یا آزمایشاتی انجام شده. مقصودم اینه که همونطوری که آقای فلاحتی گفت، برنامه سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچگاه متوقف نشده، فقط مسیرش رو عوض کردن. حالا من در ادامه باز هم گفتگوهای دیگه و ایسر اسناد دیگه بهتون حتما نشون خواهم داد و همچنین مهمترین قسمت داستان، هزینه هایی که در طول این سالها به پای ملت ایران به واسطه این شهوت جمهوری اسلامی برای رسیدن به بمب اتمی اسلامی شیعی به پای ملت ایران نوشته شد و مردم ایران مجبور به پرداخت این هزینه ها شدن و هنوز هم که هنوز دارن این هزینه ها رو میدن. از همه مهمتر یک گفتگویی هست که خیلی این گفتگو جالبه، در حدود 10 سال پیشه، که اگر مراکز اتمی ایران رو بمباران کردن آیا احتمالش وجود داره که این تشعشعات حالا به اون شهرهای اطراف این مراکز برسه و چه باید کرد؟ واقعا اونم حتما با هم دیگه مرور خواهیم کرد. بریم ادامه اتاق رو داشته باشیم تا به بقیه اسناد برسیم. اما من توضیح درباره
مسئله اول سفر آقای قاآنی بگم. آقای قاآنی نه دعوت شده بود بلکه خودشون رفتن و در روزی هم که به عراق رسیدن برای ایشون هیچ مذاکره‌ای با رئیس جمهوری و نخست وزیر گذاشته نشده بود. به تقاضای ایشون و سفیر ایران این ملاقات گذاشته شد، بسیار سرد، به طوری که من از خودم اونجا کسی رو نداشتم. مطبوعات عراق و رادیو تلویزیوناشون میگم که گفتن قاآنی با یخ پذیرایی شد و خیلی هم مذاکرات کوتاهی بود. حرفای اساسی تر رو دبیر شورای امنیت عالی عراق به ایشون گفت و همینطور فرمانده کل ارتش عراق که با ایشون یه ملاقات مفصل داشت. این نکته که گفتم حتما بهش اشاره بشه. یه موضوع دیگه، سفارت آمریکا در یمن از 5 سال پیش تعطیل بود، یعنی عملا دیپلمات‌های آمریکایی رفته بودن، یه چند تاشون در عدن هستن، کارمندان محلی در سفارت بودن و اونا هم بلافاصله بعد از تهدیدی که نماینده ویژه آمریکا در یمن کرد آزاد کردن. شاید 2 تا 3 تاشون هنوز تکلیفشون روشن نیست، اونم به خاطر اینه که اینها از بستگان چند تن از مسئولانی هستن که در عدن هستن. و هر روی منظورم اینه که این سفارت گرفتن یه نمایش بود، اما اینکه اینا بین خودشون این قرارا رو میذارن که اون حرفا رو بزنه. واحدی عزیزم میدونه، تا اتاق خواب آقای خامنه‌ای رو اینا میدونن چه خبره. اسرائیل حداقل تمام برنامه اتمی ایران رو میدونه. اگر بگیم کمالوندی حرفا رو میزنه، باید بگیم در خدمت اسرائیل، یعنی او داره برای اسرائیل خوراک تهیه میکنه. والا این که فکر کنیم پشت پرده اینا با هم توافق کردن، چنین توافقی نیست. و ولی گزیری جز گفتگو و این که به یه نیمبند توافق برسن نداره. خب با سلام خدمت شما و همه دوستانی که صحبت کردن و اونهایی که دارن صحبت ها رو گوش میدن، عرض به خدمتتون، هر دو حرفی که دوستان عزیز من گفتن دو سر این معمایی است که خامنه ای درش گیر کرده. هم میداند که اگر تهدید بکنه، این تهدیدها با تناقضی مواجهه که من الان بهش اشاره خواهم کرد، و هم میدونه که اگر صلح بکنه و جام زهر رو بنوشه، روزگار بعد از جام زهر روزگار شکست و زیر پا افتادن اقتداری است که برای خودش تصور داره. بنابراین گزینه های زیادی نداره. ولی بیایید یک کمی بشکافیم و ببینیم که مبنای این نوع تناقضات در حقیقت از چیست. فکر کنیم طبق اون چی که اغلب نظامیان میگفتند، ماها میگفتیم و امروز حتی خوشبینترین آدم ها در جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیدند که هدف جمهوری اسلامی از غنی‌سازی و این بازی اتمی مصارف صلح‌آمیز نیست. یک تصمیم استراتژیک است که به هر قیمتی باید به بمب اتمی و موشک و پهپاد و همه چیزهایی که باید در حقیقت اینها رو قوی کنه دست پیدا کنند. و بنابراین این که کنار بگذارند قابل تصور نیست. فقط مسئله اینه که چگونه کلاه سر طرف بگذارن و عرض به خدمتتون از در دیگری وارد بشن و اهدافشون رو پیش ببرن. خب اگر این اصل رو ما بپذیریم، که در حقیقت اگر نپذیریم با این تناقض مواجه میشیم که آیا چه امتیاز بزرگی است که 41 سال باید پاش چنین هزینه ای رو داد، یعنی 41 سال که غلط، حداقل از زمان از دوره دوم هاشمی رفسنجانی یک چنین هزینه ای رو داد و آخرش مثلا قدرتی رو به دست آورد که به قول آقای واحدی یا همونطور که آقای دکتر نوزاده گفتن طی چانه زنی ها قدرت بیشتری بر کسب امتیاز داشت. این امتیازات چیه؟ امتیازاتی که در منطقه است در حقیقت در اختیار 5 به علاوه 1 نیست. هر کدوم از اینها رو اگر بخواهند از رقبای منطقه‌ای بگیرند، سر جنگ با اون رقیب منطقه‌ای خواهند داشت.
یکی از این امتیازات مهم استفاده از آب منطقه است. ترکیه همین هشتم این ماه آقای اردوغان سد بزرگی رو بر روی دجله افتتاح کرد که بزرگترین سد خاورمیانه است و این سد آب دجله رو از مبدأش که از ترکیه هست به روی عراق و ایران میبنده و در عراق خوشسالی بسیار زیادی خواهد بود و در ایران هم کارون و هورالعظیم و کهکیلویه و همه اینا دچار کم آبی خواهند شد و کشاورزی خوزستان از بین خواهد رفت. این یک امتیاز بسیار بزرگه چون آینده آب، جنگ بر سر آب هست در آینده. این رو که از دست دادیم و از ترس شورای امنیت و رفتن پروندمون اونجا و اینکه نکنه ترکیه هم به صف مخالفین بپیونده و در سوریه با ما بنای کج‌رفتاری بگذاره، حتی در سطح داخلی نذاشتیم، یعنی جمهوری اسلامی نذاشت مطرح بشه و حتی یک اعتراض لفظی هم بر این پروژه 30 ساله‌ای که امروز اجرایی شده نکرد. امتیازات استراتژیک اگر باشه که همه کشورهای منطقه به انواع سلاح‌های پیشرفته‌ای در حقیقت امروز مسلط شدن و خریدن و دارن میخرن، که این که جمهوری اسلامی با این موشک و بمب اتم و اینا یک برتری عجیبی پیدا کنه نسبت به بقیه، به خصوص با وجود ابرقدرتی مثل روسیه در منطقه، بسیار بعید. اگر مسئله بر سر این هستش که ما حقوق بشر رو در داخل نقض میکنیم و شما به ما کاری نداشته باشید، معنیش اینه، تضاد مهم اینه که کسی که همچین کاری میخواد بکنه حداقل با بالا بردن غنی‌سازی کشورهای منطقه‌ای مثل اسرائیل رو که براشون مسئله بود و نبوده تشویق به این نمیکنه که این تنها وسیله چانه‌زنی رو در یک جنگی احتمالاً نابود بکنه و فرداش حالا هرچی پیش بیاد دیگه به این آسونی نخواهد بود که این تسهیلات در اختیار ایران باشه. فرض کنید اصلا اورشلیم رو هم داغون کردن، ولی خودشون هم داغون خواهند شد. بنابراین تناقض اینه که اگر ساخت بمب اتمی برای حفظ حیات جمهوری اسلامی است، چرا قبل از این که این ساخت به مرحله تولید نهایی برسه چنون داره بقیه رو میترسونه و تشویق به جنگ میکنه که قبل از ساخت ممکنه این امکان رو با جنگ یا با سابوتاژ یا با خرابکاری یا با هر چیز دیگه از دستش در بیاد. اگر هدف این هستش که بیاین و مذاکراتی بکنن که مثلا از تحریما در بیان، که خود این بمب اتم باعث تحریم بوده، خب برای چی اصلا اینو کردن که تحریم بشن؟ در نتیجه وقتی نگاه به این پروژه احمقانه میکنی، از سر تا پا ضرر هست و از سر تا پا ایران رو به وضعیتی کشانده که این نظام هیچ راه حل گریزی از اون نداره. اگر صلح کنه با همه این سوالها و سیل سوالات دیگری که این مردم خواهند کرد مواجه خواهد بود، یک رهبری مفلوک، سپاهی ورشکسته، کشوری که زانو زده و قبول کرده شرایطی که طرف تحمیل کرده، حتی اگر ظاهرش هم آبرومندانه باشه، خب به تدریج معلوم خواهد شد که چی داده چی گرفته. اگر نکنه جنگی در انتظار هست یا خرابکاری در انتظار هست یا ترورهایی در انتظار هست یا جنگهای نیابتی از طریق همسایگانی در انتظار هست، که دیگه این که قدم بعدی رو کی بر میداره و چه میکنه معنایی جز این که اون طرف هم قدم سوم رو بر میداره و کشور ما هم داغون خواهد شد، حالا در بقیه جا هم چی میشه، وجود نداره. بنابراین واقعا باید گفت که چه منطقی جز یک مغز بیمار بر اون چی که داره پیش میره حاکمه. همه فکر میکنن که یا در صحبت هاشون طوری میگن که مثل اینکه یک
نظام مقتدری اتاقهای فکرش طوری کار کرده که این گزینه ها رو برای یک حکومت آخوندی مقتدر در دنیا با فکر و هوش و ذکاوت پیش برد. اما اینطوری نیست واقعا. میلیاردها از بین رفته، یک پروژه احمقانه طراحی شده که ما رو با همه منطقه دشمن کرده، خروجش این نظام رو از بین میبره، باقی ماندنش هم از بین میبره و کشور ما هم همراه با اون ممکن از بین بره. این تناقض اساسی رو کی میتونه حل بکنه؟ این یکی از تناقضاته. من میتونم لیستی از تناقضات بگم که بمب اتم بنا بوده درست بشه و حافظ اینا بشه که بهشون حمله نشه. حالا دارن با تبلیغات خودشون زمینه حمله رو قبل از ساختن بمب اتمی آماده میکنن. این چه دیوانه بازی است که چیزی رو که برای حفاظت خودشون فکر کردن قبل از اینکه به دست بیاد دارن وسایلی رو فراهم میکنن که از بین بره. و اگر هم پای مذاکره رفتن و امتیاز گرفتن، هیچ کدام از اینا نتونستن بگن که این امتیازات چیه. خزر رو که دادیم، آب فرات و دجله رو که دادیم، عرض به خدمتون اقتدار هواییمون رو که دادیم به روسیه که S-300 میخواست به ما بده و بیاد در همدان موشک تیز بکنه، همه این اسرار رو داره و 2100 خورده حمله اسرائیل رو در عرض به خدمتتون سوریه به مواضع ایران یکیش هم حمایت نکرده و ما هم جوابی نتونست، جمهوری اسلامی هم جوابی نتونسته بده. در حقیقت هدف چیه؟ از هر جنگ نظامی یک سری اهداف استراتژیک و یک سری اهداف دیپلماتیک وجود داره. یکی از بین این جمعیت به من بگه که این هدف‌ها چیست که خامنه ای و سپاه دنبالش بوده و امروز بهش رسیده. تنها یک هدف، ما کشوری شدیم با 80% آدم فقیر و در حدود 3.5 میلیون نفر کسانی که از این تحریم و از این وضعیت نجنگ و نسل سود میبرن میلیاردر شدن، میلیاردر یورویی شدن و امروز تعیین کننده شدن. من یقین دارم که اگر خامنه ای خواب نما بشه و امشب بخواد صلح کنه، همینا جام زهر رو قبل از اینکه اون بنوشه به خوردش میدن، از بینش میبرن، که بلکه بتونن یک ماه بیشتر از این عدیم غارت بخورن و بیشتر ببرن. کار دسته. ببینید این سپاه دو بخش داره. یک بخش این لاتولوت های تصمیم گیر جلوس که میبینیدشون، یک بخش آدم های متخصص هن، اتاق های فکر، کسانیست که اندیشه دارن ولی تصمیم گیر نیستن. تصمیم دست مجانین و دیوانگانه. اونایی که اون پشتن پول میگیرن، نون به نرخ روز میخورن و برای اینا کار میکنن. البته بینشون متخصص هست، البته آدم فکور هست، اما در یک چارچوبی که جز دیوانگان برش حکومت نمی کنن کار دیگه ای نمی شه کرد. خیلی ممنونم. من منتظرم دوستان این معما رو بر من بگشاین و این تناقض رو ببینیم چگونه توضیح میدن. خیلی ممنون. خب دوستان خسته نباشید. در ادامه بحث مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ما دفعه پیش اون بحث پروژه آماد و اینکه جمهوری اسلامی هنوز به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است رو و همینطور 5 بمب هسته‌ای در سال 2018 هم استاد مدارکش رو همونطوری که آقای فلاحتی نشون دادن و صحبت کردیم، یک گفتگویی هم در تلویزیون ایران اینترنشنال با یه دونه از کارشناسا پیرامون همین موضوع در همین چند ماه پیش، حالا اون گفتگو مربوط به 2-3 سال پیش بود آقای فلاحتی، این مربوط به همین چند ماه پیش بود، فکر می‌کنم کمتر از 1-2 ماه پیش، در مورد همین موضوع مجددا سوال پرسیده شده و این کارشناس توضیحات جالب و خوبی داده. بریم این توضیحات هم گوش کنیم. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستن. آقای ندیمی خوش آمدید. این پروژه القدیر نام جدیدیه که میشنویم،
تحت در واقع پروژه آماد. این که گفته میشه که ایران در سال 2000 به دنبال ساخت 5 بمب هسته‌ای بوده، چقدر با داشته‌هایی که ما داریم همخونی داره؟ خب این موضوع جدیدی هستش که این جزئیات جدیدی که ایران دنبال 5 بمب اتمی بوده. خب ما میدونستیم از سالهای دهه 90 این گمان زنی ها وجود داشت که ایران دنبال غنی‌سازی اورانیوم هستش و کم کم این نگرانی به وجود اومد که این غنی‌سازی برای مصارف نظامی هستش، تا اینکه به طور مشخص تاسیسات نطنز و بعد تاسیسات چندین سال بعد تاسیسات فوردو هویتشون مشخص شد و برملا شدن وجودشون و ماهیت تاسیسات فوردو به خصوص به خاطر اینکه زیر کوه بود و حمله هوایی به اونها بسیار مشکل بود. ایران به طور کلی دو برنامه اتمی رو به صورت موازی دنبال می‌کرده طبق اسنادی که استرالیا به دست آوردن از ایران، و یکی از این برنامه پروژه آماد بوده که تحت نظارت وزارت دفاع بوده و یک برنامه هسته‌ای هم بوده که غنی‌سازی هم بوده که در چارچوب برنامه هسته‌ای سازمان انرژی اتمی انجام گرفته. بعد در سال 2001 این پروژه القدیر که در حقیقت غنی‌سازی اورانیوم با استفاده از سانتریفیوژ گازی بوده، این بخش از پروژه آماد زیر مجموعه پروژه آماد بوده و این در ابتدا زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی بوده، از سال 2001 منتقل شده به وزارت دفاع زیر نظر وزارت دفاع آقای شمخانی. این اطلاعاتی هستش که در این اسناد وجود داشته و بر اساس مذاکرات و قراردادهایی که در اون زمان ها بسته شده مشخص شده بوده در این اسناد که ایران در مرحله اول دنبال ساخت 5 بمب اتمی بوده و غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت این تعداد بمب و بعد هم احتمالاً تعداد بیشتری از اینا رو سعی می‌کرد. خب دقیقاً آقای ندیمی، الان این سوال هم مطرح هستش که در این اسناد از سانتریفیوژهای IR6 در فوردو سخن به میان میاد، نگرانی در مورد زمان گریز ایران برای رسیدن به سلاح اتمی، آن هم در سایت فوردو، اون هم از نسل IR6، چه معنی میتونه داشته باشه؟ بله، تمام محاسبات قبلی بر اساس استفاده ایران از سانتریفیوژهای قدیمی IR1 هستش که سرعت خیلی پایینی دارن، بازده پایینی دارن و طبق برجام ایران فقط میتونه از این نوع سانتریفیوژ استفاده بکنه در نطنز و یک پایلوت پلان، یک برنامه های تحقیق و توسعه کلی میتونه روی سانتریفیوژ پیشرفته تر هم داشته باشه، ولی ایران این مرحله این تحقیق و توسعه رو به مرحله ساخت رسونده، به مرحله تزریق گاز هگزافلورید اورانیوم هم رسونده و این موضوعی که خیلی قبول کردنش الان سخته برای کشورهای غربی، چون موضوع دیگه به یه دانش فنی رسیده. ایران این دانش فنی این کار رو به دست آورده، دانش فنی ساخت اورانیوم فلزی رو به دست آورده و برگشتن به قبل از این دوره خیلی خیلی کار مشکلی است. سانتریفیوژهای IR6 بسیار همونطور که عرض کردم بازدهی بیشتری دارن. قبلا قرار بوده در فوردو نوع IR2 ساخته بشه بر اساس پروژه آماد، ولی با موفقیت همراه نبوده، ولی ایران در این سال اخیر با برداشتن گام‌هایی تونسته که سانتریفیوژهای IR4 IR6 و حتی IR8 رو هم به مرحله تولید با بازده برسونه. ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی. بله دوستان، این داستان ساخت 5 بمب هسته‌ای کامل فکر می‌کنم براتون باز شد که جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش به دنبال این داستان بوده و الان باید فکر می‌کنم کامل متوجه شده باشید که چرا آژانس این روزها این همه نگرانی داره، که شهرهای اروپایی هم اینجوری جلز و ولز میکنن. البته با این روندی هم که کشورهای اروپایی دارن و به روش التماس و خواهش افتادن از جمهوری اسلامی، مطمئنه جمهوری اسلامی تا وقتی که چوب تر بالا سرش نباشه و بدونه که کارهاش هزینه داره، همونطوری که ترامپ به درستی من فکر میکنم سردمداران جمهوری اسلامی شناخته بود، به خصوص پومپئو و هر عملی که جمهوری اسلامی انجام میداد و برخلاف امنیت بین المللی بود هزینش رو جمهوری اسلامی عملا میدید، خیلی از کارها رو نکرد واقعا در دوران ترامپ. اما در دوران بایدن ما میبینیم که جمهوری اسلامی چقدر برنامه هسته‌ایش هم پیشرفت کرده و واقعا دیگه اینکه
چند روز مونده، چند ماه مونده یا چند سال مونده که ایران به بمب هسته‌ای برسه، من فکر میکنم دیگه این موضوعات دیگه تموم شده و ایران هر وقت اراده کنه میتونه الان خیلی زود به اون نقطه برسه. اما میریم سراغ اتاق. سوال بعدی که از مهمان میشه، از یعنی از آقای نوریزاده میشه، در مورد نقش گروه هایی هستش که جمهوری اسلامی به نام گروه های مقاومت میشناسه، هزینه‌ای که بابت این گروه های مقاومت پرداخت میکنه و این که در آینده ممکنه حتی بمب هسته‌ای هم اگر بسازه، این ترس در جامعه بین‌الملل وجود داره که جمهوری اسلامی دیوانگی رو بکنه که حتی بمب هسته‌ای خودش رو هم به صورت تاکتیکی به این گروه ها بده. در مورد این گروه ها هم صحبت شد. بریم صحبت های دکتر نوریزاده هم در این مورد بشنویم. بله، حضورتون عرض کنم بسیار ممنون که یزیان همیشه لطف داره به من و اشارم کرد به من. جمله‌مو به این دلیل در اون زمینه تموم نکردم که آقای واحدی اشاره کرد که در واقع شرایط با هم فرق میکنه. منم قبول دارم شرایط با هم فرق میکنه، اما باز هر دوی ما گفتیم رژیم گزیری جز این نداره. آخه الان پیش رو بگذاریم چی کار میخواد بکنه. من یه نکته رو بهتون بگم و به این ایمان دارم، اسرائیل روزی که حس کنه جمهوری اسلامی در چهار قدمی سه قدمی ساختن رحم نخواهد کرد. یه اشاره شما کردید به قزاقستان و به این که رفته بودن نظر کرد. من رفتم آلماتی و با آقای منصوروف معاون وزارت خارجه گفتگو کردم که در صوت الکوبه چاپ شد. ایشون گفت ما باورمون نمیشد که آقای رفیق دوست و چند نفر دیگه آمدن و گفتن 500 میلیون پول نقد آوردن که از ما بمب بگیرن. ما همجوری فقط نگاهشون کردیم و گفتیم سفارت آمریکا دفتر ویژه‌ای در اینجا داره که برای دیسمنتل کردن بمب هاست، شما چجوری هم ما میخواین این کارو بکنی؟ و میگه این پولی هم که دادن ما سالها بعد تیکه تیکه بهشون پس دادیم، چند وقت بعد پس دادیم. منظورم اینه که آقای خامنه‌ای دنبال بدون تردید، سید علی خامنه‌ای در خواب و بیداری به فکر بمبه. منتها الان گلوش چنان دارن فشار میدن و این دولت اسرائیل، حالا هر اسمی روش میخوایم بذاریم، تا حمام خصوصی اینا هم جاشو بلده، جاهاشو میدونه، اقامتگاه آقای خامنه‌ای رو میدن. یه افراد مخصوصی در عرصه اتمی و موشکی ایران بود، یک بار اعلام کردن در یک روز میتونن حزب الله رو نابود کنن و قادر این کارو بکنن. حزب الله میگه 30,000 موشک داره، شما وقتی تمام انبارهاشو همزمان مثل جنگ 67 6 روزه نابود کردید و هزاران تن کشته شدن، حزب الله میخواد چیکار کنه؟ همین کارو با ایران هم میتونن بکنن، کاری که آمریکا با عراق کرد تو جنگ که یه بار تانکای عراقی دور خودشون عربی میرقصیدن. اینه که جمهوری اسلامی نمیتواند به بمب اتمی دست پیدا کنه، چون اسرائیل نابود میکنه تمام تاسیساتو و به قول یکیشون ایرانو به عصر ما قبل حجر برمیگرده. بنابراین شاید خامنه‌ای هم به این حقیقت رسیده باشه. این جستا و پوز دادن و اینا واقعا جستای علی گلابیه برای خر کردن آدمای خودشون. این اشاره‌ای که شد که به نظرم خیلی دقیق بود راجع به اینکه آقای مهندس گفتن که به هر حال اون سپاه روزی که ایشون جام زهرا بخواد سر بکشه خودش میریزه تو حلقش. سپاهو از نظر قدرت و حضورش کوچک نگیریم. ارتش 400,000 تاست، سپاه 160-170,000 تاست، ولی سپاه در تمام مراکز قدرت حضور داره. هر امام جمعه تو یکی از شهرها و استانها 4-5 سپاهی دورش مراقبشن. اینجوری نیست که آقای خامنه‌ای هر غلطی دلش بخواد بکنه، نه نمیتونه. و باید دید آیا در پس پرده سپاه
با قدرت‌های بزرگ به توافق رسیده. من گمان میکنم رسیده. یه بار دیگه اینجا گفتم با مخالفت رو بروشتن. سپاه به هر حال قدرت رو مال خودش میدونه، نیازی هم به آخونده نداره. آخونده هم اینقدر بدنام شدن که ملت هم دیگه نیازی بهشون نداره. خواهش میکنم. نه من نمیخواستم صحبتتون رو قطع کنم، فقط گفتم قطع و وصل میشه صداتون. ما برای الان من صدا داشتم باهاتون. بله الان داشتید دیگه برای بله همین دیگه، جمله من این بود آخرش که گفتم چاره ای ندارن، ولی در این حال با آقای مهندس شریعت مداری کاملا موافقم که اگر جام زهر رو سر کشید سپاه اینو به حلقش خواهد ریخت. ممنونم. بله من عرض کردم ببینید، حالا البته ناگزیری که من گفتم ظاهرا با ناگزیر آقای نوروزی متفاوته. من معتقدم که اینها بنای مصالحه فعلا ندارن و چون میدونن در مصالحه چیزی گیرشون نمیاد، اینا حتی فردای مصالحه و فردای اینکه مثلا حتی مشکلات برطرف بشه، تحریم ها برطرف بشه، این چیزی که من گفتم آقای خامنه‌ای در داخل کشور، حالا تلبیه گفتم دست زیر ساتوری دی هست، به مراتب قوی ترش در خارج از کشور هست. یعنی الان به شدت محتاج به حزب الله لبنان، محتاج به حوثی های یمنه و ناچار متاثر از سیاست ها و خواست های اونها باشه. اینا تاثیر و تاثیر متقابل با هم دارن، یعنی هم با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اینا رو تقضیه میکنه ناچارن حرف شنوی داشته باشن، از اون طرف خامنه ای هم به دلیل اینکه قدرت خودش رو در آزار و اذیت هایی که این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در خارج انجام میدن، قدرت خودش رو مدیون اینها میدونه و به همین جهت نمیتونه مستقل از اینها هر کاری بکنه. کما که دیدید مثلا در قضایای سوریه و اینها، خب اینا با حماس اختلاف شدیدی داشتن ولی نتونست رابطش با حماس قطع کنه، با اینکه ظاهرا به نظر می رسید که سوریه و بشار اسد خط قرمز جمهوری اسلامیه و حماس کاملا سیاست مخالفی غیر از اینش، ولی رابطش با حماس قطع نکردن. در همون شرایط حتی کمک مالی هم به حماس و سایر گروهای فلسطینی که مخالف اسد بودن انجام میدادن. میخوام بگم ببین وضعیت جمهوری اسلامی طوری که تنها راه چاره براش همین باجگیری ها، همین سر چهارراهی سرانا. البته جمهوری اسلامی من بارها گفتم لات کوچه خلوته، ولی به هر حال همین لاتی رو میخواد انجام بده و فکرم میکنه که از قدیم خیلی از دوستان گفتن و بسیار از افراد متاسفانه یا مزدور بودن یا ناآگاه بودن. هر وقتی گفته شد که جمهوری اسلامی دنبال بمبه، یه دمالا گفتن شما چرا این حرفا رو میزنید، چرا این کارو میکنید، ایران رو به خطر میندازید. حالا اونا بیان جواب بدن که الان ایران به خطر افتاده که بسیار از کشورهای دنیا معتقدن جمهوری اسلامی بمب داره، نزدیک بمب الان بیشتر ایران در خطره، یا موقعی که ماها میگفتیم که آقا جمهوری اسلامی والله بالله خامنه‌ای دنبال ساخت بمب، مثلا میومدن میگفتن که آقا خامنه‌ای فتوا داده. گفتم آقا خامنه‌ای فتوا داده، آقای خمینی به همین آقای خامنه‌ای در زمانی که بر سر تعریف و توصیف جایگاه و حوزه اختیارات ولایت فقیه با هم اختلاف داشتن، آقای خمینی نامه نوشته به آقای خامنه‌ای که آقا نظام اسلامی حق دارد قراردادهای شرعی که با ملت خودش منعقد کرده است به صورت یک طرف لغو نماید. خب ببین وقتی یه همچین حق جمهوری اسلامی داره، نمیتونه تعهدی که مثلا به دولت آمریکا داره لغو بکنه، تعهدی که به 5 به فکر داره لغو بکنه. و این متاسفانه دوستانی که تلاش کردن و هول دادن، ماها رو متهم کردن به جنگ طلبی، ماها رو متهم کردن به اینکه داریم برای کشور خطر درست میکنیم، اونها مسئول، اگر نگم بالاتر از خامنه‌ای، حداقل هم شأن و هم تراز و هم سطح خامنه‌ای، مسئول دسترسی جمهوری اسلامی به بمب هستن. جمهوری اسلامی به بمب دسترسی پیدا کنه، اقتدار برای کشور ایجاد نمیکنه، ایران و دنیا رو ناامن میکنه. من یک بار چند سال پیش گفتم آقا، به شوخی گفتم اگه جمهوری اسلامی بمب بسازه رو سر مردم ایران میندازه، یه منو ملامت کردن. واقعا معتقدم جمهوری اسلامی مگه الان که موشک داره، موشکش حالا جز مهمترین کاربردش، حالا درسته موشکی به هواپیمای اوکراینی زدن ظاهرا میگن روسی بوده، ولی واقعا شما فکر می‌کنید که اگه موشک داشته باشن اول به هواپیمای خودی میزنن یا مثلا به یک کشور دیگه حمله میکنن؟ ببینید من معتقدم که جمهوری اسلامی به هر حال دنبال این بوده و تونسته با خرید زمان به مرحله‌ای برسه که بسیاری از کشورها کماکان، باز هم میگم بعضی از کشورها هم دنبال بهانه هستند که به این بهانه با جمهوری اسلامی مصالحه کنن، میگن خب به مرحله خطرناکی رسیده. علتش هم مشخصه، هیچ قدرتی در دنیا یک دولت مقتدر مردمی و کارآمد در ایران نمیخواد، برای اینکه از یک دولتی مثل دولت خامنه‌ای، حکومت خامنه‌ای میشه باج گرفت. با وجود حکومت مثل خامنه‌ای میشه به کشور اطراف هزاران میلیارد دلار اسلحه فروخت. چرا جمهوری اسلامی سرنگون میکنن؟ چون نمیخوان سرنگونش بکنن، معتقدن که باید راهی پیدا کنن که باش مذاکره کنن و مصالحه کنن. جمهوری اسلامی از این فرصت داره استفاده میکنه. اما همین حرفا به معنی نیست که جمهوری اسلامی نتیجه میرسه. من حالا اشاره در قصده بعدی خواهم گفت، جمهوری اسلامی از این هم به نتیجه نخواهد رسید، برای اینکه سیستمشون بی‌عقل تر از این حرفاست که حتی از این دستاورد بتونن به خوبی استفاده کنن. خب دوستان، همونطوری که بهتون قول دادم یه گفتگویی هست که باید بهتون نشون بدم. این گفتگو حدود 10 سال پیش فکر میکنم در برنامه افق
که آقای سیامک دهقانپور در صدای آمریکا داشت. متاسفانم این برنامه خیلی خوب متوقف شد، حالا به واسطه مشکلاتی که در صدای آمریکا وجود داشت. حالا به اون کار نداریم. توی این برنامه که عرض کردم خدمتتون، دو یا سه قسمت هم بود در مورد، فکر میکنم با عنوان قمار هسته‌ای آیت الله بود، یه همچین چیز عنوان برنامه هم بود. این کارشناس برنامه که با آقای سیامک دهقانپور صحبت میکرد، یک کار تحقیقاتی خیلی جامع و کامل کرده بودن و یکی از مؤلفای این کار تحقیقاتی که انجام داده بودن، البته مربوط پروژه هسته‌ای ایران، این بود که اگر حمله بکنن به پروژه های مراکز اتمی ایران، آیا امکان آلودگی هسته‌ای، حالا اون چه که ما از مثلا از چرنوبیل در خاطرمون هستش، یا حالا شاید هم کمتر از چرنوبیل، مقصود امکان آلودگی هسته‌ای برای شهرهای اطراف مراکز هسته‌ای وجود داره یا خیر، و اگر وجود داره این درصد آلودگی هسته‌ای چقدر هست؟ چون ما اونجوری که اطلاع دارید بسیاری از مراکز هسته‌ای خب قابل حمله کردن هست، جز فوردو که البته فوردو هم بمب‌های خاص سنگر شکن خود آمریکا طراحی کرده، نسل دوش هم که جدیداً طراحی کرده که این نسل دوش کاملا میتونه به کوه نفوذ بکنه و بتونه تاسیسات فوردو رو از بین ببره. البته اون موقع هنوز نسل دو بمب‌های سنگر شکن، موشک‌ها یا بمب‌های سنگر شکن ساخته نشده بود، فقط نسل یکیش بود که آمریکا ساخت و به اسرائیل هم داده بود اون بمب‌ها رو. بریم این مورد مهم هم از زبون این کارشناس بشنویم که چه فاجعه‌ای ممکنه اتفاق بیفته. بعد برمی‌گردیم. در مطالعه‌تون به سلاح‌های متعارف در واقع پرداختین، یعنی اگر قرار بمب حمله نظامی انجام بگیرین، بمب‌های بتون شکن اصطلاحاً یا بمب‌هایی هستن که اینا اتمی نیستن، بمب‌های هسته‌ای نیستن. این فاکتورها و اینکه بارها در گزارش اشاره شده که چیزی بین 1-5%، یعنی این رقمی است که شما تقریبا تعیین میکنید که اگر اتفاق بیفته، اگر سرعت باد چنین باشه، این حمله با این شکل انجام بگیره، اگر حساب بکنیم که 1-5% جمعیت اون منطقه، حالا در مورد اصفهان صحبت میکنیم به عنوان یه مدلی که حدود 2 میلیون جمعیت تو اون گزارش ازش قید شده، چرا این در واقع این معادله در واقع رفته به این سمت که یه چیزی حدود بین 1-5% در نظر بگیرید، علت چیست؟ ببینید همونجوری که اشاره شد آقای مصطفی و آقای سمیعی گفتن، این یک چیز مشکلی، برای اینکه در مقابل یه همچین اطلاعاتی سناریوهای مختلف اتفاق میتونه، برای اینکه هیچکی نمیدونه به چند تا تاثیرات حمله میشه، چجوری حمله میشه، به چه وقتی حمله میشه. همونجور گفتن تو رپورت ما هستش پارامترهای مختلفی چه به عنوان بمب‌های مختلف و اینا. این 1-5% که شما فرمودید ما اشاره کردیم، در حقیقت ما یک حدودی گذاشتیم برای اینکه یک دلایلی که اصلا اصفهان مهمتر از همه اینه که در اصفهان نزدیک 550 هزار کیلوگرم از یورانیوم هکسوفلوراید تولید شده، در واقع در مرکز فراوری اورانیوم اصفهان. از این 550 هزار کیلوگرمش 79 هزار کیلوگرمش به نتنز رفته، توجه میکنید؟ پس بقیهش در نواحی اصفهان باید یه جایی باشه. این شماره هایی که بر طبق آژانس بین‌المللی هست. پس چی میشه؟ این ما وقتی این حس محاسباتی که میکنیم، دو جور تلفاته. یه جور تلفاتیه که به خاطر بمبایی که میفته، یه جور تلفاتیه که به خاطر نشر مواد شیمیایی و رادیواکتیوی میشه. چون خود اون در واقع حمله هم بستگی به این داره که این حمله با چه کیفیتی و در چه ساعتی احتمالاً انجام بشه، آیا تمام پرسنلی که تو اون مراکز کار میکنن اونجا هستن، اگر شب احتمالاً اگه حمله انجام بگیره ممکنه میزان تلفات در اون منطقه کمتر بشه. 100%. ما این حساب رو که کردیم دیدیم که خب اگه بخوایم این تمام بگیم تمام این مواد شیمیایی میره به شهر، این یه چیز قابل قبولی نیست، برای اینکه بستگی به اون جهتی که باد هستش و طبق مطالعات ما و طبق اطلاعاتی که از ایران ما گرفتیم، 9 ماه در سال متاسفانه باد از طرف این تاثیرات اتمی به طرف شهر میره. 9 ماه در سال.
و این چیز خیلی خطرناکه. و اگر در اون موقعی که این اتفاقات بیفته باد به طرف شهر بره، مقدار بسیار زیادی از این گازهایی که انتشار پیدا کرده اینا به طرف شهر خواهد رسید. از این نظر ما اومدیم تو کتاب ما هم هست و نشون دادیم که وقتی از 1% از این مواد به اتمسفر راه پیدا بکنه و 5%، 10%، 20%، 50%، ما این محاسبات کردیم که به کجا میرسه، به چند ناحیه اصفهان میرسه. و ما نگاه کردیم مثلا اگه از 20%ش این نشو پیدا بکنه به خیابون فردوسی اصفهان رسیده، و اگه 50%ش نشو پیدا بکنه به خیابون چهارباغ میرسه. به این وقتی هم میگم میرسه، میرسه در غلظت‌هایی که به خطرناکه و افراد میکشه. دقیقاً این گازی که ازش صحبت میکنین گاز چه، از این گاز سمی رادیواکتیو در واقع چه ویژگی داره؟ گاز اون گازی که سمی و مردم میکشه اون شیمیاییه، رادیواکتیوش بحث دیگه است. وقتی این یورانیوم هکسوفلوراید با رطوبت هوا وقتی برخورد میکنه، وقتی منتشر بشه تو هوا و رطوبت هوا برخورد بکنه، این مبتدل میشه به هیدروژن فلوراید، و هیدروژن فلوراید سم گاز، یک گاز گازیه، یا فلورین. فلورین حتی از کلورین که در جنگ جهانی دوم استفاده شد و که برای کشتار سربازا میشد، فلورین از کلورین هم حتی خطرناک‌تر. این گازا همونجوری که خدمتتون گفتم باد ببره به طرف شهر اصفهان، مطمئناً تلفاتی خواهد داشت. بله دوستان شنیدید خودتون. حالا این مسابقه طولانی هستش، طولانی که نزدیک به 1 ساعت است. من توصیه میکنم اگر دوست داشتید حتما برید مشروح کامل این گفتگو رو بشنوید و ببینید. در ادامه همین گفتگو بررسی میکنن جهت باد رو در طول 1 سال، که متوجه میشن که 9 ماه از سال این جهت باد به سمت اصفهان هستش، و نهایتاً 3 ماه از سال اگر قرار باشه حمله کنن اینها وقت دارن، اون هم تازه در 1 ساعتی از شبانه روز، 1 ساعت خاصی از شبانه روز که میتونن این کارو بکنن. این اطلاعات مربوط به 10 سال پیش دوستان، یعنی بررسی هایی که 10 سال پیش انجام دادن. مقصودم اینه که اگر اسرائیل که الان بحثش هست که بخواد حمله بکنه، اینها سالهای سال بارها بررسی کردن هم نوع حمله رو، هم چگونگی حمله رو، هم اینکه چطور حمله بکنن که منجر به این فاجعه نشه، و هم اینکه چطور حمله بکنن که خودشون آسیب نبینن، حالا خلبانانشون آسیب نبینن، و هزار تا مؤلفه دیگر کنار هم گذاشتن. و اینطور نیستش که اگر اسرائیل میگه ما حمله میکنیم حالا روی هوای حرفی رو زده باشه. و این قضیه هم که خدمتتون عرض کردم که ممکنه این گاز فلورین یا کلورین که کارشناس برنامه گفتش پخش بشه تو هوا، این خطرات وجود داره و ما نباید راحت چشممون رو ببندیم که جمهوری اسلامی هر کاری که دوست داره بکنه و اینطور با جون مردم بازی بکنه و کشور رو به یه جنگی بکشونه که بالاخره جنگی دیگه، ممکنه یه اتفاقی بیفته و جهت باد حالا همون لحظه به سمت سویی بره که نباید بره. بریم ادامه گفتگو رو داشته باشیم. شیعی قبل از هر چیز ادامهش پول میخواد، این پول وجود نداره و به جای اون در حقیقت اضطرار مالی و اختلاف در بین اینا وجود داره. نبود پول عراق رو از دست اینا خارج کرد، حوثی‌های یمن به تدریج ضعیف‌تر شدن، در لبنان اختلافات زیاد شده. بنابراین این صحیحه که اینا از اول این رؤیا رو داشتن که ایران ام القرای کشورهای اسلامیه، تهران پایتخت اونجاست، و در حقیقت در قانون اساسی ما آقای خامنه ای رهبر امت اسلامی اسم خودش رو گذاشته و اصلا صحبت ملت ایران تو این قانون اساسی نیست، یا اگر جایی هست بسیار فرعی است. اینا از اول رویاشون این بوده، اما این رویا یک رویای کاذبه‌ای بوده، یک خواب وهم‌آلودی بوده که با وجود عالم تسنن بسیار بزرگ که شیعه رو مرتد میدونه، و به تدریج با وجود اومدن گروه‌های تکفیری و طالبان و داعش و بقیه، در حالتی که پاکستان همون بغل بمب اتم رو داره و مجموع اینها
یک الترناتیو بسیار بزرگتر در مقابل جمهوری اسلامی هستند که سرنخ همشون هم یه نوعی به آمریکا هم وصله. بنابراین این رؤیا دیگه قابل تحقق نیست. ممکنه هنوز آدمی مثل خامنه‌ای در این صدد باشه، ولی توجه کنید اون که در کشور فرمان میراند سرداران فاسدی هستند که از این وضعیت میلیاردر میشن و بازاریان فاسدتری و روحانیون فاسدتری که با اونها باندهای مافیایی رو ساختند. من با آقای نوریزاده در این قسمت عقیدمون عینه هم نیست. سپاه یک غول بیشاخ و دم بدون ساختاره. سپاه میتواند ویران کنه ولی هیچ جا رو نمیتونه اداره کنه، نمیتونه به دست بگیره. قدرت تخریب سپاه میتونه ایران رو فلستیت کنه، میتونه همه ما رو از بین ببره اگر هوشیار نباشیم، ولی یک ده رو نمیتونه اداره بکنه. شما از این کرونایابی که اختراع کردن حدود در حقیقت نبوغ تکنیکی اینا رو میتونید حدس بزنید. بقیه چیزهاییست که از روسیه و کره شمالی و جاهای دیگه گرفتن و یه عده‌ای مونتاژ کردن که با اینا ظاهرا کار میکنن و باطنن با اسرائیل و آمریکا و این ور اون ور پیوندهایی دارن که ما نمیدونیم. بنابراین نه، من بر این عقیده نیستم. اون چی که به نظر میاد، ما در یک وهله، ملت ایران در یک نقطه تاریخی قرار گرفته. راه خودش رو از این نظام جدا کرده. بخشهایی که به این ملت وارد به این نظام مربوط نیستند یا معترضند یا راه زندگانی جدای خودشون رو از اینا دارن یا از کشور دارن خارج میشن و بنابراین پایه اجتماعی این نظام که خودش بسیار متشتته و چند پارچه است بسیار ضعیفه. یعنی یک پایه اجتماعی 6.5% 8% که 3.5 میلیونش بسیار از این عدیم غارت میبرن، 19% نیروی کار هم که دوباره همین 3 میلیون میشه مدیران میانی هن، اونا هم میبرن، بقیه هم دنبال اینا سینه میزنن و دلشون خوشه که از اینا. اینا پایه اجتماعی داخلیشون متشدده. همه این پایه اجتماعی داخلی رو وصل کردن به یک ستون واحد. اونهایی که مقاومت مساله خوندن، مکانیک خوندن، خوب میدونن ساختمانی که همه وزنش روی یک پایه باشه دیر نخواهد پایید. اینها وزن همه این ساختمان رو اخیراً از ناچاری، اونم نه از سر انتخاب، چون علی مونده و حوزش، بر روی همین یک پارچه گذاشتن. همه اختلافات که تو این بانداس منتقل شده به این یک ستون، خارجی ها هم زیر پی این یک ستون رو میزنن و عرض به خدمتتون همه جنگ قدرت هم تو همین یک ستون متمرکزه. ظاهرش دست رئیسی و دولت، باطنش دست این سپاهی است که این یک ستون رو ساخته و قضیه رو بسیار شکننده کرده. بله دوستان، مهمان بعدی که صحبت میکنه دکتر کاوه موسوی هست. دکتر کاوه موسوی، حالا خب خیلیتون میشناسین ایشون رو، اما در این اتاق حالا به صورت مهمان ویژه حضور داشتن و پشت فرمون هم بودن البته که صحبت کردن. صحبت های مفصلی میکنن در مورد نوع نگاه کاملا متفاوتی برعکس مهمانان دیگه نسبت به همین قضیه هسته‌ای و مسائلی دیگه ای که در این اتاق در موردش صحبت کرد دارن، مخصوصا که از منظر محیط زیست و آلاینده ها هم به نوعی بررسی میکنن این گرفتاری ها رو و این کنفرانسی که در گلاسکو اسکاتلند برگزار شد جدیدن. بریم صحبتش رو بشنویم. صحبت جدیدیه که من تا به حال نشنیده بودم از کارشناسی که اینطور نگاه کنه به مسائل. بریم صحبت های دکتر موسوی هم بشنویم. ممنون از دعوتی که شما از من کردید. من جای دیگه بودم، گفتم حتما در خدمتون باشم. خواهش میکنم. من هفته پیش در گلاسگو بودم برای این کنفرانس کوپ 26. البته دوستانی که خب
بعد مدتی در خدمتشون هستم میدونن که محیط زیست یکی از دغدغه‌های جدی منه، هم به خاطر اینکه محیط زیست به یک مسئله حقوق بشریه و خب حق آب، حق حیات، حق خوراک، اینا تحت شعاع تحولات اقلیمی الان اون چنون قرار گرفته که در اونجا من ارقامی دیدم که در 10 سال آینده ما 300 میلیون مهاجر اقلیمی خواهیم داشت. خب رابطه این با این با صحبت امروز الان خدمتتون میگم، ما تصور میکنیم وقتی کنار گود نشستیم که دولت مردان و دولت زنان با آیا برنامه‌ای که واقف هستند از متغیرات تعیین کننده و تصمیماشون میگیرن کم و بیش در یک چارچوب قابل پیش بینی و میتونن افق رو ببینن. واقعیت دنیا این نیست. واقعیت دنیا دیپلماسی امروز این است که دنیا با اون سرعتی داره عوض میشه که در تاریخ جهان نبوده. یه قانونی هست به نام مورز لو که الان میگفتن که تمام دانشی که از روز اولی که بشر اومده بود روی کره زمین تا انقلاب صنعتی یکی بود، بعد از انقلاب صنعتی تا که 1780 و چند جیمز وات اون ماشین بخار درست کرد و غیره، تا آمدن جنگ جهانی اول دوباره شد. یعنی از دو میلیون سال که هوموساپین روی کره زمین بوده و بعد وقتی شروع کرده از قاره افریقا در اومدن 250 هزار سال پیش آمده به اروپا و پخش شده به آسیا و به با مرور زمان به استرالیا و غیره و غیره، دانش در اون چند میلیون سال به فاصله کمتر از 200 سال دوباره شده. از 1914 که جنگ جهانی اول شروع میشه تا آخر جنگ جهانی دوم دوباره دو برابر میشه و الان روزی به جایی رسیدیم که میگن الان اونایی که این محاسبات آمار میگیرن میگن هر 8 هفته دوباره دو برابر میشه. خب شما اینو در نظر بگیرید، سرعت تحولات واقعیات دوروبر تصمیم گیران اینه. وقتی این اینجوشه متغیراتی که وارد معادله میشه، شما ببینید که اینجا یکی دوتا ریاضیدان، یکی آیش حسن شریعت مداریست که بعد یکی دوتا دیگه هم اینجا میبینم، اونا در ذهنشون خیلی زودتر از من میتونم محاسبه کنن که من دارم این چی دارم میگم. من در کنفرانس لازگو با هیئت‌های افراد بومی بودم. بومیان الان خب حقوق جهانی حقوق مردم بومی هست و الان رابطه بومیان و رابطه طبیعیشون با محیط زیست و با طبیعت از اولویت‌های برنامه‌های سازمان ملل شده، چون دیدن راه نجات بشر نیست که با طبیعت آشتی کنه و این بومیان که در فرهنگ بومی این ذات مقدس ارتباط با طبیعت رو از دست ندادن از سرآمدان و رهبران و راهگشایان بشر خواهند. بعد خودم انداختم تو اون گروه، خب دعوت بودم از طرف چند تاشون، البته نیتم این بود که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک حکومت نه فقط نفس کش بلکه محیط زیست کش، اقلیم کش هم معرفی کنم و موفق شدیم که نام زنده یاد کابوس سید امامی رو در میان اونهایی که قربانیان تلاش برای نجات محیط زیست هستند رو وارد کنیم اونجا. و نتیجهش این شد که چون با هیئت‌های اینگونی بودیم که نسبتاً موثر بودن و خلاص روی بورس بودن به اصطلاح عوامانش، بنده موفق شدم با چند تا از این تصمیم گیرایی که حالا اسم نمیارم چون مذاکره خارج از صورت مجلس بود، برای من مثل روز روشن بود، چون صریحاً هم میگفتن که فلانی ما توانایی پیشبینی 6 ماه آینده رو نداریم تا چه برسه میخوایم برنامه بریزیم و غیره. دوباره یک دیپلمات بسیار ارشد امریکایی اونجا را میتون استراحت بزنین گفت الان من یاد دوران ماهایی که رسید به جنگ جهانی اول، برای بشری پیشبینی نکرده بود که یک گلوله
وقتی ترور کردن اون آرچدوک فرانسو، دنیا رو از این رو به اون رو خواهد کرد. گفتم بله بسیار خوب، البته ارتش آماده بودن و غیره، فکر میکردن یه برخوردکی خواهد بود، ولی هیچ ارتشی، نه امپراتوری روس، نه امپراتوری آلمان، نه امپراتوری بریتانیا، امپراتوری فرانسه، هیچ کدوم از اینا تصور نمیکردن که جنگ جهانی اول بیشتر از 3 ماه طول بکشه. این داستان من گفت. بعد داستان دومی گفت خیلی جالب بود، گفت پرزیدنت کندی وقتی اومد سر کار، وقتی اوراق محرمانه رو بهش دادن در دوران انتقالی، پرزیدنت آیزنهاور بهش گفتش که جک، یه مشکلی ما داریم اسمش ویتنامه. گفت خب من روزنامه میخونم. گفت نه، میخوام به چیزایی نشون بدم که ببین این ما اینجا گیر کردیم، ما نمیدونیم چیکار کنیم، چون فرانسه به شکست خوردن. ما میدونیم اگر اجازه بدیم در اونجا انتخابات آزاد بشه، کمونیست‌ها میبرن. و بهش گفتم بله، در خاطراتش هم نوشته که اگر ما اجازه بدیم انتخابات آزاد بشه، کمونیست‌ها میبرن. جک، میخوای چیکار کنی؟ گفتش خب این مسئله محاسبات، ما چقدر خرج کنیم، چقدر داریم روش. تلفن میزنه، رابرت مکنامارا رو از هاروارد میخواد. هاروارد ایشون استاتیستیشن بود و کسی بود که دیگه خدای احتمالات و پروبابیلیتی نخواد. آمد و مکنامارا براش حسابی کرد و گفت اینقدر نیرو داشته باشیم، اینقدر خرج، کار تمومه. به اون قضاوت تاریخی که نه تنها کار تموم نشد، ایشون گفته بود 25,000 سرباز رو داشته باشیم، در اوج جنگ ویتنام 560,000 سرباز در امریکا پیاده کرد و میلیاردها دلار خرج، آخرام شکست خورد. تازه این آقای دیپلمات ارشد به من میگفت تازه اون زمان بود. الان ما با متغیراتی در جهان روبرو هستیم که تمام به قول ایشون رول بوک، دفترچه مقررات دیپلماسی رو باید بندازیم خودش که سیفون رو بکشیم. این معادلاتی که ما در گذشته راجع به صحبت میکردیم دیگه نیستن. خب یه واقعیتی باش روبرو هستیم، اونیش که جهان الان حد اکثر با بهترین پیشبینی ها 11 سال وقت داره که بقای حیات رو روی کره زمین تضمین کنه. بقای بشر رو نمیگم، به طور قطع بشر کارش تموم میشه اگر این کار نه. تو این دیپلماسی، دفترچه دیپلماسی، دفترچه معادلات، دفترچه اولویت ها، دفترچه این محاسبات، همه کنار گذاشته شد. اینو از نماینده ارشد دولت امریکا، نماینده فرانسه، آلمان، بریتانیا، خب بالاخره این دهیز که بنده توش هستم نسبتاً آشنایی دارم، با دولتی روبرو هستیم توی مملکت که نخست وزیرش تا 2-3 سال پیش اصلا تحولات اقلیمی رو شوخی میگرفت، میگه اصلا این شوخیه، الان دیده که نه، این واقعیت است. ما اونجا از فرصت استفاده کردیم که یه حکومت جمهوری اسلامی، یه حکومت اکوسیدر، یعنی نه فقط جنوسیدر بلکه اکوسیدر معرفی کنیم. به چه معنا؟ ببین الان در شورای حقوق بین الملل سازمان ملل بحث وارد کردن به قانون جنایی بین المللی جرم جدید زیست کشی هست که فردای بولسونارو چاقوکشی که افتخار میکنه که در زمان دیکتاتوری برزیل شکنجهگر بوده، الان میاد این موضوع رو شوخی میگیره، پاشو بذاره بیرون دستگیر بشه، همونطوری که حمید نوری دستگیر شد، همینطوری که امیدواریم که با کنار زدن اصل مسئولیت رؤسای دولت ها رئیسی رو دستگیر کنیم. بخیر ببینید، این اگر این وارد قانون بین الملل بشه، خب خیلی مسئله، یعنی تحول خیلی جدی تو دنیاست. اینو شما در نظر بگیرید، در جولای 2017 دیوان جنایی بین المللی بعد از قطعنامه شورای امنیت تضمین کرد که جرم جدیدی در قانون بین الملل وارد شده، جرم شروع جنگ متخاصمه. یعنی این جنگ متجاوز، البته در فصل هفتم این بوده، ولی جرمی که با مسئولیت شخصی کیفری اون کسی که اینو را بندازه هرگز نبوده، دیوان استثنایی میخواست نورنبرگی و غیره بده. من دیدم اثر اینو در دیپلماسی، من دیدم اثر اینو در برنامه ریزی نظامی. در سال 2005 میلادی، شاید دوستان میدونن، من تلاش کردم که دوران آلمان، دکتر موسوی ببخشید که قطع میکنم، ولی برای اینکه چون وقت جلسه محدود هست، اگر محبت کنید این بحث رو معطوف کنید به جمهوری اسلامی. حالا از نکاتی که فرمایید خیلی روشنگر هست، ولی اگر توی این فرصت بحث رو معطوف کنید که این
چون این وضعیتی که شما میگید اساساً چه تأثیر رو جمهوری اسلامی و روی این بحث موضوع تازه ای را آدم وقتی مطرح میکنه بدیهیست که باید مقدمش رو بگی. عزیز من اگر این بحث تازه است بدیهیست که رابطهش رو با موضوع بحث دیده نمیشه تا بنده معرفی کنم موضوع رو. اگر نمیخوای صحبت کنم بسیار خوب، من اینجا چیز کنم، اگر ادامه اجازه میدیم بدم یا اینکه بعد برگردم. رابطهش بسیار مستقیم اینش که حکومت جمهوری اسلامی اگر به عنوان یک حکومت اکوسیدر معروف بشه، معرفی بشه، مشکلاتش 10 برابر میشه. دیپلماسی خارجی که آقای مجتبی واحدی میگه دولت ها نشستن همه میخوام باج بگیرن، این معذرت میخوام، این در دیپلماسی مدرن جا نداره. این حرفا حرفای قدیمه، اینا حرفای افسانه است. دیپلماسی جهانی اینجوری کار نمیکنه. اینجوری است که ما نشستیم اینجا یه عده گرگ نشستن اینجا تیکه تیکه کنن ببرن. نه، مجتبی واحدی عزیز من، لازمه که دیپلماسی جدید و آدم از روزنامه یاد نگیره، لازمه که یه خورده مطالعات اکادمیکش بیشتر کنه. من خیلی معذرت میخوام که روک صحبت میکنم، اینجا بقای میهن مطرحه. کشوری داریم که 800 میلیون تن در سال گازهای گلخانه‌ای داره تولید میکنه، معرفیش کردیم به عنوان یک کشوری که حکومتش یکی از بزرگترین خطرها برای جامعه بین الملل. چرا؟ بریتانیایی که پنجمین قدرت اقتصادی دنیاست 300 میلیون تن گاز کربونیک تولید نمیکنه. فرانسه‌ای که ششمین قدرت دنیاست دیگه 160 میلیون تن تولید نمیکنه. جمهوری اسلامی با یه اقتصاد 250 300 میلیارد دلاری 800 میلیون تن. اینو وقتی من در گلاسگو گفتم اولا کسی متوجه به حقیقت نبود. کشوری است که یعنی شهروند به این نامسئولی در سطح جهان آیا وجود داره؟ حتی عربستان تعهد داده، عربستانی که دار و ندارش از نفته، یه تعهد داده که اله میکنم بله میکنم. ولی جمهوری اسلامی و سومالی دو کشوری بودن که دا دوشنبه صبح که کنفرانس شروع شده بود تعهدات بین‌المللیشون ندادن. اینو خواهش میکنم در صحبتهایی که داریم میکنیم در نظر بگیریم. این فرمولهای خسته گذشته که کشورها جمع شدن میخوان باج بگیرن، اینا رو بذاریم کنار، اینا کمکی برای درک واقعیت کشور نمیکنه. خب دوستان، صحبتهای مفصل آقای کاوه موسوی رو شنیدید. من به صورت کوتاه قبل از اینکه بریم صحبت‌های آقای واحدی رو گوش بکنیم، میخوام در مورد هزینه‌هایی که تا به الان به واسطه برنامه هسته‌ای و قماری که جمهوری اسلامی بر سر این برنامه کرد و به پای مردم ایران و اقتصاد کشور نوشته شد باهاتون صحبت بکنم و یه چند تا عدد بهتون بدم. آقای نامور حقیقی، علیرضا نامور حقیقی، فارغ از اینکه ما موازه سیاسی ایشون رو دوست داشته باشیم یا خیر، مدت‌ها به صورت کاملا آکادمیک در مورد این هزینه ها بررسی کرده که چقدر به واسطه این برنامه هسته‌ای به اقتصاد کشور فشار اومده و هزینه داده. حالا این هزینه ها میشه از جهت تحریم ها بررسی کرد، یعنی این برنامه هسته‌ای باعث شد که تحریم کشور بشه، نفت نتونه بفروشه، تولید ناخالص ملی بیاد پایین تر، صادرات و واردات نتونه بشه، پول فروش نفت رو نتونه بگیره و خیلی از اتفاقات از این دست، و یا هزینه هایی که خود جمهوری اسلامی کرد برای همین توسعه برنامه هسته‌ایش به این نتیجه رسیده که تا به حال نزدیک به 2000 میلیارد دلار خرج این داستان شده. واقعا رقم خیلی شوک‌آوریه. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی هم باید بگم که ایران 94 تا 112 میلیارد دلار برای هدایت جنگ و 11 میلیارد دلار برای واردات نظامی هزینه کرده و هزینه غیر مستقیم ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و تولیدات کشاورزی برای ایران نیز 627 میلیارد دلار برآورده شده. آقای مهران مصطفوی معتقده که هزینه تحمیل شده به ایران در پروژه اتمی بیش از خسارت جنگ 8 ساله ایران و عراق است. ایشون میگه که حداقل هزینه‌ای که کارشناسان برآورد میکنند 700 تا 1500 میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم است. در کنار این باید هزینه‌های غیر مستقیمی مثل
فرار مخزها و عدم امکان استخراج در میادین نفتی و گازی مشترک به عدم فروش نفت و گاز را هم در نظر بگیریم. با این شرایط هزینه این برنامه بیش از 2000 میلیارد تومان برآورد می شود. ایران در مقابل، تازه این گزارش که براتون می خونم مربوط به چند سال پیشه دوستان، ایران در مقابل همه این هزینه ها سرانجام پس از سالها کشمکش با جامعه جهانی تونست به توافق برجام برسه که متاسفانه اون توافق برجام، متاسفانه یا خوشبختانه، حالا من سر اون بحثی ندارم، به برجام رسید که اون برجام هم داستانش رو دیدی چطور شده و الان به جایی رسیدیم که مسئول مذاکره مستقیم با جامعه جهانی میگه که ما اصلا و اساسا بحثی نداریم با جامعه جهانی در مورد پروژه هسته‌ای خودمون و فقط داریم سر تحریم ها میخواییم صحبت کنیم، با آمریکا هم حرفی نداریم، آمریکا باید بدون قید و شرط تحریم ها رو برداره و ما یه همچین موجوداتی طرفیم که اینطور دارن تیشه میزنن به ریشه کشور و اقتصاد و سفره ملت. خیلی حرف هست، خیلی هم آمار وجود داره، حالا من دیگه سرتون رو درد نمیارم، بریم صحبت های آقای واحدی رو بشنویم. یه صحبت کوتاه دارم، هم صحبت پاسخ خانم حسینی رو بدم. این جلساتی خاصیت داره، بعضی از گذشته‌های شیرین رو یادم میاره. یادم میاد یه بار آقای حسین کمالی که حتما معرف حضور دوستان هستن، بعدن شدن وزیر کار، نماینده مجلس اول بودن، اومدن در یک نطقی یه سری صحبت کردن. آقای رفسنجانی وقتی که صحبت آقای کمالی تموم شد گفت الحمدلله آقای کمالی هرچی بلد بودن امروز گفتن. ببینید این که ما بگیم قصه های تاریخی فلان بوده فلان بوده، جمهوری اسلامی یک حکومت یونیک هست در دنیا، با هیچ تجربه تاریخی نمیشه ارزیابیش کرد، با هیچ تجربه تاریخی نمیشه باش مقابله کرد. جمهوری اسلامی یک چیز یونیکی هست، هم بمب بر سر ملت خودش خواهد ریخت اگه بتونه، هم بر سر کشورهای دیگه. حالا اختلاف نظر هست، خوشبختانه شنوندگان عاقلن و قضاوت خواهند کرد. اما در مورد صحبت خانم حسینی، ببینید من تناقض نمیبینم. جمهوری اسلامی یک روندی رو طی کرده تا به این مرحله رسیده. امروز در یک دوره‌هایی تلاش می‌کرده شرایط رو آرام کنه، برای مثلا دوره سازندگی، حالا به هر حال می‌گن که از دوره جنگ برای تثبیت نظام استفاده کردن، کما اینکه هم خمینی گفت هم آقای منصوری فرمانده اول سپاه گفتش که ما با از فرصت جنگ استفاده کردیم، ضد انقلاب رو سرکوب کردیم، مردم رو متحد کردیم. از اون دوره گذشتن در دوره سازندگی تلاش کردن در حکومت تثبیت شده شون، به خصوص اینکه بعد از فوت خمینی هم مقدار یک اتحادی هم در بین جناح‌های جا شده بود، سعی کردن استفاده کنن برای بازسازی. اومدن جلوتر، حالا دوره رفسنجانی یه وضعیت، دوره احمدی نژاد یه وضعیت، اما الان تنها به نتیجه رسیدن اینه که باید با تهدید جلو برن. اگر ظاهرا تناقض در حرفا می‌بینید، یه مقدار شاید تقسیم وظیفه باشه، یه مقدار بی‌عقلی. یعنی شما ببینید، شما واقعا از امیر عبداللهیان توقع دارید که خیلی عاقلانه حرف بزنه؟ آقای باقری ببینید اصلا داره میره وین مذاکره کنه، میگه ما مذاکرات هسته‌ای نداریم، ما فقط میخوایم در مورد رفع تحریم ها صحبت کنیم. خب در مورد رفع تحریم ها بعدم میگه آمریکا رو راه نمیدیم، قرار با کی صحبت بکنیم؟ یعنی ببینید اینا یه چیزایی میشن دور هم میگن، فقط میگن. من معتقدم که بزرگترین استراتژی جمهوری اسلامی استراتژی هم از تاکتیک نیست، اینه که از فرصت رو استفاده کنه، زمان بخره، برای اینکه به اون هدفش که به خیال خودش در استراتژی النصر و بالرعب کمکش میکنن، یا رسن به بمب، فرصت داشته باشه. من تناقض اصلا نمیبینم. این روندی که پیش رفته، هر چی رفتن جلوتر تصمیم گرفتن خشنتر بشن، تهدیدشون بیشتر بشه، پالس هایی بفرستن به دنیا بگن که آقا ما لازم باشه هر کاری میکنیم، بمب میسازیم، با پهپاد به خونه نخست وزیر اسرائیل حمله میکنیم، نخست وزیر عراق حمله میکنیم، در سایر کشورها بمب گذاری میکنیم، با طالبان دست برادری میدیم، رهبرمون میاد میگه که مسئولان محترم افغانستان، مشکل نداریم. به نظر من اتفاقی داره افتاده، بله، بعضی از بیعملی ها و شاید اقدامات آمریکا که ناشی از لابیست های خائن ایران در اینجا هست، که لابیست های خائن جمهوری اسلامی در اینجا که قبلا فقط از توبره میخوردن، از جمهوری اسلامی پول میگرفتن، الان در عنوان مشاور و مباشر اینا در کنار مقامات آمریکایی مثلا دارن پول میگیرن، اینا همش تاثیر داره بر بیعملی آمریکا و بیعملی آمریکا و سایر کشورها، جمهوری اسلامی رو جری کرده. اما اگر اونها هم کارو نمیکردن، به نظر من جمهوری اسلامی بهش مزه کرده بودین که حالا با تهدید کردن، با حمله، با ترور، با نمیدونم گروگانگیری. ببینید گروگانگیری جمهوری اسلامی سالها کرده، یه نفر میگیره 100 میلیون دلار پول میگیره، خب بهش دهنش مزه کرده و دو کشورهای دیگه هم راه اومدن باش. شما ممکنه بگید که اونها برای دفاع از شهروندانشون ناچارن کار بکنن، نه خیر، ناچار نیستن، برای اینکه با این کار جمهوری اسلامی رو تشویق کردن باز هم بیشتر و بیشتر این کارو بکنن.
یعنی اگر قراره که ما فکر کنیم برای حفظ جان انسان‌ها، اتفاقا برای حفظ جان انسان‌ها نباید این باجه‌ها رو به جمهوری اسلامی بدن. مجموعه این مسائل باعث شده که جمهوری اسلامی در اقداماتش جسورتر شده، وقیح‌تر شده، حالا جسور شده. یه مقدار جنبه مثبت داره، وقیح‌تر شده و با وضعیتی که جمهوری اسلامی داره که اهرم دیگه و ابزار دیگه بر تثبیت خودش نداره، این به نظر موفقیت براش و داره از اون طوری که جمهوری اسلامی فکر کرده اوضاع پیش نخواهد رفت قطعا. تشکر بسیار. ببین دوستان من، خیلی حرفا شنیدیم، خیلی حرفایی که روز هاست